با سلام و درود خدمت شما، وقتتون بخیر. خیلی خوشحالم که یه هفته دیگه در کنارتون هستم با تحلیل هفتگی که هر هفته این موقع از طریق کانال یوتیوب منتشر میشه. هدف اصلی سال هاست که تو روزای تعطیل بازار، ویکند بازار، برای هفته آینده برنامه‌ریزی میکنم. همونجوری که اگه همراه بودی طی این سالا، و البته ازت تشکر میکنم و سپاسگزارم برای حمایتت، میدونی اینه که تو روزای تعطیل بازار ما تمرکز بیشتری بار داریم، نمیخوایم معامله کنیم، میدونیم بازار در واقع بسته است، پس بنابراین تمام فکر و ذکرمون اینه که بتونیم یه تحلیل جامعی رو داشته باشیم. پس فرصت زیاد داریم این تمرین رو انجام بده، برای خودت زمان بذار، حتی اگه تایم فریم های بلند مدت رو کار نمی کنی، ترید نمی کنی، به نفعت در دراز مدت، حتی تهیه اخبار پیش روی هفته. اما اول بریم با اخبار شروع بکنیم، بعد بریم سراغ جوفرزا. تا انتهای این ویدیو با من باش، چون که کلی جوفرز، کلی بازارهای مختلف رو قراره کاور بکنیم و ببینیم چه خبره تو بازارها. اول از همه به نظرم این جنگ زرگری واگنر و پوتین به پایان رسیده و دیگه ببینیم تبعاتش رو. خیلی بچه سوال کردن که اگه این اتفاق بیفته رو چه بازارهایی میتونه تاثیر داشته باشه. قطعا میتونه رو بازار نفت، گاز، مخصوصا گاز الان، و البته بازار طلا تأثیر گذار باشه. اگه این اتفاق میافتاد و اونا میرفتن به سمت مسکو و هجوم میبردن، اما ظاهرا به نظرم یه جورایی جنگ زرگری بود، تموم شد. حالا ببینیم پیامداش چیه. شاید یه استرس تست برای کل سیستم نظامی روسیه بوده، نمیدونیم از طراحیشو. هرچی بود به خیر و خوشی تموم شد و واگنر برگشت و فعلا هم تأثیری تو بازار قاعدتا نخواهد داشت، چون آب از آسیاب افتاده. پس این نکته اول. نکته دوم، بریم سراغ اخبار هفته. خیلی سریع بگم، دوشنبه کلی خبر داریم. اینجا دوشنبه نگاه کنید چه خبره. در واقع اعضای مختلف بانک‌های مرکزی سوئیس، اروپا قرار صحبت کنن. خبر خاصی نداریم روز دوشنبه. روز سه‌شنبه مهمترین خبر CPI دلار کانادا خواهد بود، به علاوه دورابل گودز اوردر در حقیقت ایالات متحده که نیم ساعت بعد باز شدن بانک ها اعلام میشه. بعدش یه خبر بسیار مهم، کانسیومر کانفیدنس داریم. این هفته یه جورایی هفته تورمی، اولین خبر آمریکا که نیم ساعت بعد باز شدن بازار سهام روز سه شنبه اعلام میشه، همین کانسیومر کانفیدنسه که یه جورایی اعتماد، در واقع اعتماد مصرف کننده رو شاید به سیستم نشون میده. و ببینیم چجوری اعلام میشه. عدد مهم بعدی خونه‌های نوسازیه که به فروش میره. آمار کم کم خونه هم داره جذاب میشه. بازار خونه به نظر میرسه از یه رکود کوچولویی داره خارج میشه. ببینیم آمار چجوری نشون میده. CPI دلار استرالیا قرار چهارشنبه صبح، اگه ببینید زمان رو سه شنبه برای من نشون میده، به خاطر اینکه من به زمان آمریکا دارم نه موقع این رو میبینم. اگه کشورهای دیگه اروپا یا ایران باشین، یا تو خاورمیانه یا کشورهای دیگه باشین، احتمالا این خبر رو روز چهارشنبه میبینین. تو سشن چهارشنبه در واقع بازار آسیا اتفاق میفته. CPI دلار استرالیا که میتونه مهم باشه. اما روز چهارشنبه بازارهای مالی روز شلوغی رو دارن، یه روزی که پر است از خبر اسپیک. نگاه کنید چه خبره. اگه بخوام برم ببینیم پالیسی سینترا، اوکی، یه ECB فرومه، در حقیقت یه به نظر میرسه نشست بانک‌های مرکزی روز چهارشنبه قراره برگزار بشه و تأثیر جالبی هم تو بازار خواهد داشت. شروع شدن سخنرانیاش یه جورایی مواجهه با باز شدن بازار سهام ایالات متحده. بیلی رو زده از بانک مرکزی انگلستان، ژاپن، فچر پاول هست. این بالاش لاگارد رو زده، این پایینش لاگارد رو زده و ادامه دار. یه روز بسیار مهم که احتمالا لابلای این سخنرانی ها میتونه بازار خیلی ولاتایل بشه، رو همه شون هم میتونه ولاتایل بشه. ببینیم چه اتفاق میفته، اصلا چی میخوام بگن. جالبه این سخنرانی هایی که انجام میدن. ببینیم از دل این نشستی که تو پرتغال برگزار میشه روز چهارشنبه چیه
در واقع در میاد و بانک‌های مرکزی تصمیم میگیرن که کارهایی انجام بدن، خبرهایی میاد یا نه. یه روز فوق‌العاده مهم، از اونایی که پست اینستاگرام باید بذارم بگم یه روز عجیب و غریب که خیلی خبر ازش ندارن. پس یادداشت کن چهارشنبه 28 جون و با این خبرها تموم میشه، بازار میره سراغ روز 29 که خبرهای مهمتری تو ایالات متحده میخواد بیاد و فاینال جی دی پی تولید ناخالص داخلی فصلی ایالات متحده میاد. 1.3% پیشبینی کارشناسا بوده دوره گذشته، در واقع دوره گذشته عدد اعلامی بوده، 1.4 پیشبینی کارشناسا. ببینیم چه عددی اعلام میشه. به نظرم میتونه تا حداقل عدد 2 هم برسه، به 2% هم برسه. ببینیم چه جی دی پیه که در حقیقت اعلام میشه. عددش مثبت خواهد بود، حالا به زرس قاطع نگم، اما با احتمال بالا عدد مثبته و به نظرم هلوش عدد 2% میتونه با توجه به اون آماری که تو طول این 3 ماه دیدیم میتونه رشد بکنه. بیکاری هفتگی رو داشتیم روز پنجشنبه که خیلی مهمه و بعدش دیگه یه سری اخبار ریز و میره سراغ در حقیقت مانیفکچر پی ام آی. روز جمعه مانیفکچر پی ام آی چین میاد که بسیار مهمه تو بازار مالی، و روز جمعه خبرهای مهمی که خبر تورمی ایالات متحده مهمترینشه، یه دونه جی دی پی دلار کانادا میاد بسیار مهم نیم ساعت بعد باز شدن بانک های آمریکا، و یه دونه هم کور پی سی در واقع ایندکس، خبر تورمی پی سی که کاملا تورم رو نشون میده. با اومدن پایین سی پی آی به نظر میرسه پی سی هم پایین خواهد اومد و ببینیم اگه رشد کنه که تورم رو نشون میده، اگه بیاد پایین که نشون میده مصرف کننده در حقیقت تغییرات قیمتی کمتری رو تو خدمات و کالا و سرویس هایی که گرفته احساس کرده. ببینیم این عدده چه عددیه و عددیه که آخرین خبر این ماه میلادی از هفته آینده جولای شروع میشه. جولای در حالی شروع میشه که روز دوشنبه کار میکنه بازار، 3 جولای، 4 جولای در حقیقت بنک هالیدی خواهد بود، 4th of July، و به نظرم یه لانگ ویکند 4 روزه رو حالا در مورد این تو تحلیل هفتگی هفته آینده صحبت میکنیم. این 4 روز رو کاملا تعطیلی در نظر بگیریم. بریم سراغ چارتا. یه ذره طولانی شد اما این نکات مهمیه که توی بازار باید مد نظر قرار بدیم. بریم سراغ اولین چارتی که براتون دارم، چارت بیت کوین. حرکتش، حرکت هفتگیشو کاملا انجام داد، چه کندلی شد، چه رفتاری و یه پامپ خوب تا ناحیه مقابل. یکی از سناریوهایی که هفته گذشته در موردش صحبت کردیم، اگه ندیدی تحلیل هفتگی هفته پیش توی این کندل بود که صحبت کردیم، در مورد نشست قیمت صحبت کردیم که قیمت بیاد بشینه و حرکت کنه بره بالا، و اینکه ببینیم چه اتفاقی میفته. 4 ساعته بیت کوین هم عالی بود، خیلی بچه ها روی تک کندلی معامله کردن، خیلی بچه ها اومدن تایم فریم پایین‌تر بیت کوین رو خریدن. یادتون باشه توی دیلی بیت کوین یه ناحیه بسیار مهم، حالا روی این بروکر هم ندارم، اما اگه دیلیه باید اون یکی رو باز کنم، بذارین یه لحظه کنم براتون. توی دیلی اونور اطلاعات چون بهم نمیده مجبورم از این استفاده کنم. توی دیلی البته تو بروکرای خودتون نگاه کنید، یه ناحیه بسیار مهم بچه اینجا هست، همین ناحیه که الان قیمت نشسته، به نظرم جای بدی نیست. اگه معاملات بای دارین اونجا وزنشو سبک بکنین، میتونین سودگیری بکنین، یه مقدارشو نگه دارین، اما حتما لاکین پروفیت بکنین چون بازار میتونه حرکت‌های دیگه ای هم داشته باشه. خیلی قشنگ بازار جمع کرد، به سمت بالا حرکت کرد و ببینیم چه اتفاقی میفته. قیمت رو 31000 الان یه مقدار نشست کرد، رو 31000 تقریبا رو همون ناحیه دیلی است که بسیار مهم و حواسمون به حرکت‌های بیت کوین هست. 4 ساعته بیت کوین به نظرم ارزش دنبال کردن رو داره، حتی میتونه در حقیقت حرکت صعودیشو از 2 مقطع، یکی از اینجا یکی از اینجا، دوباره ادامه بده به سمت بالا، یا اینکه اگه قیمت بیاد تو ساعت‌های آینده با قدرت برسه بیاد زیر این،
اون موقع میتونه یه حرکت نزولی رو در نظر بگیریم، اما با توجه به رفتار بزرگ، رشد بزرگ، فعلا در حقیقت با بدون ندیدن نشانه های برگشت قاعدتا دست به سلر بودن نمیزنیم، چون مومنتوم بازار سعودی رو باید صبر بکنیم. بی آی تی رو هم داریم، ای تی اف بی آی تی همچنان رانه و داره کار میکنه، یکی از در موقع ای تی اف هایی که جلسه در موقع وبینار هفتگی هفته پیش در موردش صحبت کردیم. حالا خیلی از این چارتایی که الان صحبت میکنم شاید تو وبینار هفتگی دوشنبه متفاوت باشه که باز توضیح میدم. بریم این از در حقیقت بیت کوین که میتونه خیلی جذاب تر از اینم بشه، یه مقدار مومنتومش تازه برگشته، خیلی تازه دوباره متوجه شدن، دست به اشتباهات مختلفی رو سقف میزنن و موقع میتونه بازار رو ولتایل بکنه. دیلی مخصوصا H4 بیت کوین رو دنبال میکنن، بچه‌ای که کوتاه مدت تر کار میکنن شاید H1ش هم جذاب باشه بیت کوین برای حرکتایی که بتونه برای شروع هفته بزنه. اما دیکس وای یا ایندکس دلار کاملا اومد، ویکلیش به نظر من همچنان فولفیل نشده، یعنی نیومد با قدرت برسه به پایین. ایندکس دلار این روزا نگاه میکنیم به خاطر رفتارهای مختلفی که داریم ازش میبینیم و تاثیر مستقیمش تو بازارهای دیگه خیلی هم مهمه به نظرم. ببینیم که دیلیش نتونست برسه به این ناحیه، داره برمیگرده از یه جایی برگشته، شاید اینجا رو تست کنه. بین دو تا ناحیه قرار داره، ببینیم اخبار این هفته میتونه چجوری تأثیر بذاره. ویکلیش رو نگاه میکنم، اگه قیمت برگرده بیاد اینجاها جمع بکنه جالب میشه، البته که اگه بریزه واکنش خوب باشه شاید ادامه ریزش رو هم در واقع تجربه بکنیم. فعلا برای ناحیه بالاش برنامه‌ای ندارم چون هایای پایین تر زده. این از بیت کوین، این از دیکس وای، ایندکس در واقع دلار که بسیار هم مهمه. بیایم بریم سراغ داو جونز. داو جونز از اون ناحیه‌ای که گذاشته بودیم در حقیقت نرسید به اون زخامتی که دوست داشتم برسه، از این وسط‌ها داره یه واکنشی نشون میده. دیلیش جالب شده، اما فعلا دیلیشو کاری ندارم، یعنی دیلیش برای 1, 2, 3, 4, 5 تو 6 روز گذشته 5 روزش قرمز بوده، فعلا رهاش میکنم. ویکلیش هم چیزی نداره، کلن چارتش به نظرم داره میره کندل ماهیانش رو شکل بده. ببینیم کندل ماهیانش چه شکلی میتونه باشه. آل تایم های در حقیقت S&P رو میبینیم که هیچ فاصله ای نداره، یعنی اراده بکنه آل تایم های و میتونه مومنتوم بازار هم داشته باشه. بستگی به سخنرانی بانک های مرکزی این هفته قطعا خواهد داشت که بسیار هم مهمه. یه دونه آخرین شاید در حقیقت تحلیلی که کردیم هم به نظر میرسه در حقیقت همونجا یک ساعته در حقیقت S&P که روز جمعه نگاه میکردم هنوز به این ناحیه نرسیده. یه ساعته S&P جای بسیار مهمی، یه سری قاعدتا اینجا تو کف رو سلو زدن برای حرکت ریزشی، اما حواسشون به این ناحیه نیست و اینکه قیمت اومد یه ساعته. اگه میخواستین ترید بکنین، بچه‌ای که پرسیدن توی برادکست صحبت کردن، فکر می‌کنم زیر این کندله موقعیت مناسبی بود که یه سل خوشگل برای در حقیقت آخر هفته جمعه بگیرین و در حقیقت رفتارش رو کاملا باید زیر نظر داشتین. چند ساعتی طول کشید، فکر میکنم اینجاها بود که من داشتم صحبت میکردم، یه برگشت و زد اومد بالا و ساعتهای پایانی روز جمعه شروع کرد و ریزش رو تکمیل کرد. ببینیم این هفته چی کار میکنه روی H1 43-42 ناحیه بسیار مهمیه به خاطر اون دوتا سوزنی، دوتا در حقیقت شادویی که اونجا هست و حضور داره. بریم سراغ نزدک. نزدک هم باز بهتر برگشته، نزدک خورد باز به ناحیه ما، به این ناحیه خورد، ببینیم چی کار میکنه. دیلیش نزدک هم به نظر من H4ش دوتا زخامت بسیار مهم داره، یه مقدار باید بذاریم بازارش رفتارش عادی تر بشه. داو جونز هم اگه نگاه بکنین، داو جونز هم دیلیش از اون زخامت که هفته‌ای گذشته در موردش صحبت کردیم ریجکت شده، ببینیم آیا میشینه روی این محدوده و برمیگرده یا نه.
ببینیم خیلی خبر داریم این هفته، هفته ای که بازار در دو جهت میتونه حرکت بکنه. برای همین ضخامت هایی که گذاشتم، هم ضخامت بالا همین ضخامت پایین میتونه در حقیقت محل خوبی باشه که بازار رو ببینیم تو تایم فریم دیلی و مانیتورش بکنیم که ببینیم آیا میتونه برسه به این ضخامت ها، حرکت های برگشتی رو بزنه، مخصوصا شاید از بالا هم اگه رالی کنه بیاد دوباره اینجا رو تست بکنه عالی میشه، یا اینکه حرکت ادامه دهنده رو اخبار خوب میگیره و ادامه میده. بریم سراغ طلا. طلا ویکلیش هفته‌ای گذشته در موردش صحبت کردیم، ویکلی طلا جدا شده هفته گذشته، حرکت کرد، یه ترید خیلی خوبه 5 دقیقه‌ای طلا دو تا داشتیم که ویدیوش رو هم گذاشتم انجام دادیم، فوق‌العاده زیبا از این حرکت آخر بود که البته معامله رو شاید خیلی بچه‌ها معتقد بودن زود بستم، اینجا این معامله رو گذاشتم براتون اینجا که یه حرکت فوق‌العاده بود، میتونستم نگه دارم و واسه پایان هفته اومم معامله نگه نمیدارم. دیلیش هم جالبه به نظر من، میتونه طلا حتی رو اچ فوری که این هفته ها در موردش زیاد صحبت کردیم بولتایل بشه، کندل ببینیم اولا چجوری باز میشه، میتونه با گپ باز شه، گپ سعودی، گپ نزولی رو واکنش روسیه، اما میتونه جالب باشه. ضخامت هایی که اینجا تشکیل شده خیلی قشنگه، مقاومت بایرا، مقاومت بایرا، بایرا دست گرفتن، بایرا آوردن نرسیده و سلرا در حقیقت مقاومت اینجا نشون دادن. ببینیم کندلا چجوریه. به هر روی طلا اگه بخوام اچ فور ترید بکنم بخواد برگرده، بعد قاعدتا بیاد بشینه رو اون ناحیه اچ فوری که گذاشتم 1932 تا 1936 که کاملا یه دونه پولبک قشنگ رو حس کنم و ضعف سلرا رو اونجا ببینم برای بالا. اما بایرم نیاز دارم در مقطع اول برای حرکت سعودی، به نظرم اچ فورش خوبه. دیلیش هم فعلا یادتون باشه دیلیش هم از یه رنجی بازار زده بیرون، خیلی ها سلر شدن مخصوصا روز پنجشنبه، اما این بازار میتونه خیلی راحت برگرده بیاد بالا، چون که اینجا لااقل من طلا رو یه اگه بخوام بذارم حلوش اینجاها یه ناحیه داریم طلا، یه دونم پایین تره، اگه بیایم پایین یه ناحیه ترنینگ پوینت خیلی خوشگل اینجاها دارم که قبلا این حرکت رو زد ریخت، یادتون هست، نمیدونم کیا یادشونه، همون چارت دیلیمون، و اینجا هم یه گپی رو داره، یعنی اگه قیمت برگرده این گپ برام جبران کنه قشنگ میشه. با توجه اینکه معامله باز ندارم سعی میکنم جوری تحلیل بکنم که فرصت معاملاتی داشته باشم، نمیگم حتما تا اونجا میره، اما در حقیقت میتونه خیلی راحت مخصوصا با این دیلی که بسته شده، این دیلی خودش میتونه دیلی مرگ باشه، یعنی کراس مرگ باشه و کاملا طلا بیاد بشینه زیر کانال 1900 هم اگه این هفته تست کنه که بعید نیست، میتونه یه شوک عجیب و غریب به بازار بده، به خاطر اینکه انتهای بازار در واقع ماه میلادی این هفته و اگه یه اتفاقی بیفته طلا کاملا میتونه نگاه کنیم کندل ماهیانش این هفته شکل بگیره. این هفته خیلی از شورتایی که داری کار میکنی میتونه کندل ماهیانش شکل بگیره و حرکتای جالب متعددی رو در حقیقت میتونم بگم از بازار میتونیم ببینیم. USDCHF ویکلیش قشنگه، دیلیش فوق‌العاده زیباه. دیلیش دو تا حالت داره، یک با توجه به اینکه سلر اومدن احتمالاً این یه دونه برگشته دوشنبه یا حالا تو طول هفته اگه این رها بشه میره به نظرم کفو تست بکنه، فعلا برای بالا اومدن برنامه ای نداره. با توجه به این ضعف بایرا توی دل یه دونه کندل اینجا خیلی ها سل زدن، اما جاش شاید روم تو ران نداشته، صبر میکنی و الان بچه‌هایی که بلدن فهم میکنم پول بک پلاس رو تشخیص میدن. ببینیم اگه این کندل اینجوری بسته بشه شاید گپ بزنه بازار، شاید شکل دیگه‌ای داشته باشه و قشنگ‌تر میشه. این ناحیه بالاترش هم برای سل خوبه، یعنی اگه این بیاد بالا حتی که بعیدم نیست اگه این بیاد اصلا کف اینو تست نکنه مستقیم کندل بعدی بیاد بشینه اینجا ضعف سلر بده و برای بالا
حاضر باشه. ناحیه جالبی میشنم USDCHF، بقیه چهارتا با توجه به اینکه سخنرانی فد این هفته از سخنرانی متعدده خیلی چهارتای دیگر نگاه نمیکنه، اما USD به ین هیچی نداره فعلا، داره فقط نفوذ میکنه. یه ناحیه مهم دیلی USDN اینجا داره، اگه درست بذارم خیلی دقیق باشه اینه دلیلم، هم این شدوها این سوزنی هاست. ناحیه بسیار مهمه، هلوش 145 و خیلی راهی هم نداره تاهاش، تا اونجا میتونه بازار بره، اگه برسه اونجا میتونه در حقیقت پایگاه خوبی برای برگشته باشه. بریم چارت بعدی یورو USD ببینم، دیلیش چیزی نداره، ویکلیش شاید از این فضاه، ویکلیش هم جالبه شاید از این فضاه بیاد یه حرکتی رو بزنه. ببینیم دیلیش که حرکتش شروع کرده، حالا ببینیم، به نظرم ویکلیش داره میاد که بریزه، حالا ببینیم، این نظر شخصیمه، حالا ببینیم که چی کار میکنه. H4ش هم میتونه قشنگ باشه، H4ش هم اگه برگرده اینجا دوباره بریزه جالب میشه. نفت فکر میکنم اگه نگاه کنیم برنتو توی دیلیش یا توی H4ش فوق‌العاده جذاب شده، نفت و H4 دنبال میکنیم، زخامتی میبینیم اینجا. انقدر این هفته تحلیل ها و چارت ها قشنگه واقعا دلم نیومدین فقط برای بچه های VIP باشه، چون چارت ها و موقعیت ها واقعا فراوونه. دوتا ناحیه، دوتا زخامت اینجا هم حتی داریم با توجه به این حرکت، این حرکت ناحیه های متعدد و ببینیم چی کار میکنه. شکاره از کف به بالا نتونسته برسه به کف، خیلی برام جذابه، شاید بیاد اینجاها دوباره ولتایل بشه. اگه از کف بیاد خب سناریوی برگشتی، و اگه از بالا اینجوری بکشم بیاد اینجاها یا بین این حرکت کنه بریزه، یا اینکه بیاد اینجا مجدد، اینم خیلی قشنگ میشه حرکت کنه بریزه. AUD USD رو ببینم، چیز خاصی نداره، دیلیشو که روزهای گذشته گفتم فعلا داره حرکت میکنه تا به نظرم برسه به این ناحیه پایینی که داشتیم، ناحیه بالاش هم که مشخص بود. خیلی این ترکیب رو دوست ندارم، برای همین تریدش نکردم. پاوند USD میتونه یه شروع حرکت نزولی باشه، ناحیه‌ای که داریم اینجا ناحیهش به نظرم خوبه، حرکتش هم جالب زده، اما برای اینکه سلر باشیم باید بیاد یه مقدار پایین‌تر، میتونه تایم فریم های پایین‌تر مثل شاید H4 آره تمیزتره. این H4 اولا H4شو که اومدم میتونه برگرده، کاملا میتونه برگرده به سقف، از سقف سلر باشیم، یا اینکه بیاد این زیر حرکت بزنه. ببینیم یکی از این سه تا، این در مجموع چارتاییه که این هفته دنبال میکنم، چارتای بلند مدت. USDCAD هم خوبه، منتها ویکلیشه، یه مقدار زمان بیشتری میبره، کاملا روی زخامت نشسته و ببینیم اینجا چی کار میکنه. حتما وقت بذار برای خودت، این هفته هفته بسیار مهمیه، هفته آخر ماه میلادی، با این همه سخنرانی های متعدد و البته اخبار متعددی که قراره بیاد قطعا بازار خیلی جذاب میشه. این هفته همراه باش، کانال برادکست رو داشته باش که به صورت خلاصه شد یکی دو دقیقه در بین تایم شلوغ کاریم فرصت میکنم و براتون همینجوری واچلیستا رو به صورت در واقع وایس میذارم. امیدوارم که لذت ببری و یه هفته طلایی رو برات آرزو میکنم. بنویس تو کامنت ها نظرتو، واچلیستاتو بنویس، و البته بنویس که انقدر برای خودت هر هفته وقت میذاری یا نه. هر جسی سالم، تندرست، شاد و پربرکت باشی. تا جلسه وبینار دوشنبه رأس ساعت 9 شب فعلا خدا نگهدار.